با سلام به همه مردم افغانستان. من فکر کنم که ما نباید کلمه دستاورد استفاده کنیم، چون هیچ دستاورد نداریم. افتضاح‌آمیزترین انتخابات که در هیچ کنج دنیا نظیرش نیست در افغانستان فعلا جریان داره و هر روز شرمندگی و بوی گندیدگیش زیادتر شده میره. بنا نمیتونیم بگیم که هر چانه زنی که نام میکنه سر قدرت و سر پول و سر مقام است، بنا دستاورد به مردم افغانستان نیست. شاید به خود کاندیدا دستاورد باشه که چقدر بین هم جور آمد چوکی و پول کرده باشه. به اصطلاح چیزی که امروز در رسانه ها بسیار معمول شده و در این زمان خود کاندیدا هر کدامش از هر تریبیونی جار میزنه که ما به نتایج رسیدیم، و یا ای که خلاصه ای وحدت ملی که امروز نام میبره، به وحدت ملی ما در آخرین مراحل وحدت ملی استیم که قدرت چطور تقسیم شد و پولا چطور تقسیم. بنان این بحرانای سیاسی که امروز به اصطلاح خودشان بحران سیاسی، بحران انتخاباتی نام میمانه، خواهی نخواهی با پادرمیانی امریکا بالاخره پایان مییابه، به خاطر از اینکه به نفع امریکا نیست که امریکا ای زیادتر از این طول بکشه، چون امریکا تقریبا 13 سال سرمایه گذاری کرده در افغانستان و قبلا هم انمی احزاب که دقیقت سر قدرت هستن فعلا و دستشان در خون مردم آلوده هستن و جنایت و غارت و چپاولگری کردن، اینا در گذشته هم اینا رو کمک کردن، در 13 سال حکومت کرده هم کمک کرده و فعلا هم جریان داره. بنان این به نفع امریکا نیست که زیاده زیادتر ادامه پیدا کنه. این آل فعلا که اینا از وحدت ملی گپ میزنه، از خلاصه جرامدها و چانزنی هایی که قبلا هم شما گفتین چانزنی ها واقعا چانزنی سر قدرت پولست گپ میزنه، اینا شاید اختلافات درونی اینا بین هم جرامد کنه. بالاخره یک رئیس جمهور و یک منعی فهم رئیس اجرایی و یک سناریو چیزی هست با او در مردم سو خسته شدن اقتصاد مردم خسته شده کاملا چیزی که ما اینا شاید با هم جور بیاین، این اختلافاتی که اینا فعلا میگن این اختلافات از یا شاید اینا با هم جور بیایه که باز هم اگه اینا با هم جور بیایه و شروع کنن به دولت کثیف مافیایی که فعلا است و دوباره ادامه زور اینا شروع کنه، که آقایش به اصطلاح اشرف غنی و یا عبداللهش هر کدومش که شروع کنه، باز هم مردم بدبخت ما، مردم مظلوم ما، مردم با بیچاره است، اینا باز هم سر چوکی ها میان میشینن و چیز تارا دقیقت دارایی بازماندی افغانستان به تاراج میره، ملت افغانستان دگم در بدر میشه، فساد بیشتر از میشه، فقر و بدبختی بیچارگی بیشتر از میشه و ملت در بدر میشه، فقط اینا میشه. پس از نظر شما برگی بله سیاسی حکومت بعدی زرتر از حکومت کاملا بیدید. کاملا دولت بعدی به خاطر چی که فعلا هم بن اول اشتباهی بزرگی که بود که تمام ازیا رو دوباره سر قدرت آورد، تمام سر جنایتکارا را از سید هر اینا رو دوباره سر قدرت آورد و این دولت فعلی که گویا از 50-50 گپ میزنه، باز هم اون کسایی که دقیقت از قدرت شاید به شیوی مانده یا نبوده اونا هم سر قدرت میآید، بنان 500% از اونا سر قدرت میآید و خون مردم بیشتر از این میچوشه، به گلوی مردم بیشتر خلاصه تبر و تیر خود میزنن و مردم فقیرتر میسازه، بنان فساد بیشتر از این میشه، بی امنی بیشتر از این میشه، خلاصه وضعیت مردم بدتر از این میشه. پیشتر که گفتین که مردم یک سردرگمی و دگدگی قرار داره، این هم جزی از پلان های زیاست، این هم جزی از سیاست های اشغالگرانه و فریبکارانه امریکا و مزدورش هست. اگر نباشه امروز ببینیم از یک طرف جار میزنه که خلاصه ابر قدرت است امریکا، وقتی که امریکا ابر قدرت است در تمام بیامنی ها طالبا را دخیل میدانه، حزب اسلامی را دخیل میدانه، آیا امریکا با ابر قدرت بودن خود و خود دقیقت میگه که مجهزترین نیروی نظامی و منافع پلیس دگه و دگره داره، اینا نمیتونه که از پای در بیاره طالبا را هر روز؟ پس این ناامنی رام خود ازیا، این ناامنی رام خود امریکا، به سرسرکردگی امریکا، به اینا اینا بیشتر سر سردرگمی مردمه که مردم در یک حالت در پچال قرار بده که مردم بگه والا انمی امریکا باشه، که امروز ما میبینیم تا وزیر دفاع، وزیر دفاع چند روز پیش گپ میزنه که اگر پیمان استراتژی امضا نشه من نمیفهم که وضعیت مازی بدتر میشه. فقط چیزایی که به خورد مردم میده، به خورد مردم میده، مردم در حالت نگاه میکنه که اینا بیاین. چیزی که مهم است که مردم افغانستان بفهمه ایسته که چون ما یک دولت مافیایی است و یک کشور اشغال شده است و ما همیشه دقت ما نه مردم نه بلکه ای جنایتکارایی که سر قدرت بوده، این کسایی که فقط به پول میاندیشه سر قدرت بوده، دست به امریکا اشغالگر دراز کرده و خود فعلا هم دقت از هر لحاظ ما از لحاظ باشه من میام سرباز شما میام، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی، از هر لحاظ ما فعلا وابسته بواسیم بله،
فقط اگر ما یک دولت ملی دموکراتیک می داشتیم، دولت مردمی می داشتیم، پلان های ملی طرح می کردیم، برنامه های ملی طرح می کردیم، مطمئنا که از منابع خود افغانستان حتی یک زراعت ما می بود می تانست 70% خلاص اقتصاد افغانستان برآورده بسازه. امروز تمام دارایی ما به تاراج میره، تمام مادن ما به تاراج میره. بنان به می خاطر ما وابسته بواسیم و امریکا قصدن به خاطر سیاست های اشغالگرانی خود می خواهند که ما دقدر ما بیشه دراز باشه. در 13 سال اگر ما ببینیم کدام نوع دستاوردام، ما از کدام دستاورد گپ میزنیم؟ دستاوردی که یک کشور مافیایی شدیم، بیشتر از 93% مواد مخدر دنیا رو تولید میکنیم، کشوری که نیم نفوذی از جامعش که زنا باشه زیر انواع ظلم و ستم قرار داره، کشوری که مافیای مواد مخدر دنیا و خلاصه همه ظلم و جنایت چپاولگری روز به روز خود به اوج میرسه، کشوری که انوز سر جنایتکارا سر قدرت است و هر روز خون مردم میمکه، کشوری که اشغال شده است و یک آزادی دموکراسی و استقلالیت از خود نداره، کدام نوع دستاورد داره گپ میزنه؟ حالا در کنار در کنار مشکلاتی که از دستاورد هم که مطمئن گپ چند شهر بزرگی که کابل و هرات و جای دیگه باشه، فقط او چیزا رو میبینیم. این فقط چیزایی است که مردم دنیا امریکا بخواه مردم خود و مردم دنیا را بازی بته و دولت مافیاییش و نوکرایش که سر قدرت است و داینده هم میاد سر قدرت خواهد شد مردم بازی بته، غیر ببینیم که از طریق رسانه ها و از طریق تحلیل به اصطلاح تحلیلگرا و روشن فکرا و همچنان خود دولتیا صحبت میشه که ما دستاوردهای دیگه مونو هم شما ببینید با شکل دیگه مطرح کنم. فقر و بدبختی و بیچارگی در 13 سال به مراتب بیشتر شده. بیا از موضوع انتخابات خارج نشیم. خب پیشتر هم گفتیم که این 13 سال به این وضعیت بود. دولت بعدی که می آیم باز هم کیست؟ دولت بعدی انمی جنایتکارا، انمی مافیا، کسایی که مافیای تمام دنیا رو به دست داره و در افغانستان ششته، انمی کسا دوباره سر قدرت میشه، اینا هارتر میشن. فساد و بدبختی و فقر و چپاولگری و خلاصه خشونت و تجاوز و بناموس و ملت ما به ملت ما بیشتر از این ادامه پیدا میکنن. این فقط یک گپ است که ما اگر ببینیم میگیم که والا اگر وحدت ملی باز ما سر کلمی از دوباره سر کلمی وحدت ملی میایم که امروز وقتی که کاندیدا از وحدت ملی گپ میزنه هدف از چیز؟ به خاطر که یکیش پشتون است، یکیش تاجیک، یکی ازبک، یکی هزاره است که از وحدت ملی است. من میگم که این شرم است، این توهین به مردم است که ما از وحدت ملی اینا را نماینده های مردم بگیم. اینا هرگز نماینده های مردم نبوده و نیسته و دولت که اینا بس دقیقه دولت که اینا بیاره هیچ وقت دولت مردمی نیست. دولت نیست که از ملت دفاع کنه، دولت نیست که آسایش آرامش به مردم بیاره. بنان مردم انتظار زیاد از دولت آینده که اینا به نام وحدت ملی ال نامش میمانه، اینا یک دولت ائتلافی میمانه، اینا یک دولت به اصطلاح هر کلمه و اصطلاح دیگری که استفاده میکنه، اینا فقط بازی دادن مردم است و خاک در چشم مردم پاشیدن است. باز هم تکرار میکنم که از این دولت از 13 سال که ما گذشتاندیم بدتر در مقابل مردم خواهد آمد. فقط چیز دیگه که مهم است این است که در این 13 سال هم افراد دموکرات، افراد آزادیخواه، نیروها، جنبشها، احزاب و تمام گروههای آزادیخواه که بودند همیشه در یک محدودی قرار داشتند. همیشه خواستند که جلوی صدایشان را بگیره، مانی و ممانی ایجاد کنه مقابل فعالیتشان، که در 13 سال بعدی وقتی که تمام از نابه باز هم اون کلمه 50-50 از اینا تمام اگزا دوباره سر قدرت بیاید، طبعا این محدوده را به این احزاب زیادتر تنگ خواهد کرد. و این به خاطر چیست که این صدای آزادیخواهی را اینا میخواهند خاموش بسازن و سرکردگی امریکا که در رسشان است نمیخواهد که صدای دقیقت دولت مردمی آینده را که ما میگیم که دولت مردمی داشته باشیم و برقرار شود. بنان این دولت از هر طرف که میبینیم هم مردم زیر ظلم و ستم است، هم احزاب دموکرات، هم شخصیت های آزادی خواهی که واقعا هستند. اینا پس هیچ نوع خوشبختی و آسایش به تک تک مردم افغانستان نا نخواهد داد که مردم امید انتظار داشته باشه. چیز دیگه که مهم است خود از یا ثابت ساختن امی انتخاباتی که امروز ما فکر کنم که شرم آدم میای که نام از انتخابات بگیره و یا بگه ما در افغانستان زندگی میکنم که انتخابات به این خلاصه حتی می کلمی فشار بگیم استفاده کنیم به فش رفته به یک رقم استفاده کنیم به خاطر که ناس بس اثبات رسان. دور اول میبینیم به چه مرداری بود، دور دوم میبینیم به چه شرمندگی بود. یک دفعه از آقای کری و من نمیفهم چی سوجان کری میخواد بار دوم میخواد بار سه حتی بار سوم خواهد آمد کنار خلاصه کله به کله بکنه با هم دور بیاد. رای ما سه چیز می خواهیم که دیگه بگویم. اولی که تمام این سرجنایتکارا تا وقت گمه حاکم سپرده نشه، ما این به اصطلاح عدالت انتقالی که دولت پرو یک پروسه کردن پیش بردن و تمام ازیا را دقیقت معاف کردن، پروسی معاف ازیا اینانی تمام ازیا از طرف مردم محاکمه نشن، دوباره خلاصه اینا سر قدرت نیاین و دقیقت گلوی مردم نگیرن. یک
و دوام تمام دست متجاوزین و اشغالگران از ملت افغانستان، از افغانستان خلاصه به امیشه بریده نشه. و تا وقتی که یک تا وقت زمان است که باز ما میتونیم بگیم که ما یک دولت ملی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی که فعلا دموکراسی هم نداریم، طبعا وقتی که کشور اشغال شده بود دموکراسی به پکایی میمانه که گپ بزنیم، یک دولت ملی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم میتونیم کاکم بکنیم. دو زمان است که ما گفته میتونیم که دولت مردم برای مردم، فعلا دولت مردم به مردم نیست به هیچ صورتی.